در ارتباط با فاجعه زمین‌لرزه در استان کرمانشاه که در استانهای همجوار اون هم احساس شد و در بخشهایی از کردستان عراق هم خساراتی و تلفاتی به بار آورد، گفتگویی داریم با رفیق مجید دارابگی که از قضا خودش از خطه استان کرمانشاه هست و میخواییم ازش آخرین اطلاعات رو در مورد این فاجعه بگیریم و مجموع مسائلی که حول اون مطرح است. مجید عزیز، من بهت خوش آمد میگم از اینکه بار دیگه با بینندگان تلویزیون برابری همراه هستی. اگه میشه آخرین اطلاعات رو از این فاجعه و تلفات و خساراتی که در استان کرمانشاه به دست آوردی به اطلاع بینندگان برسو. بگوش. با درود بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون برابری و با تسلیت به همیهنان عزیز، به ویژه مردم کردستان و کرمانشاه و نواحی غرب کشور که در این زلزله شماری از عزیزان و نزدیکان خود را از دست دادند. در شامگاه یکشنبه حدود ساعت 10 شب به وقت ایران زلزله ای در مرز ایران و عراق بین حلبچه و بایگان رخ داد که در شهر سرپل‌الذهاب تلفات سنگینی به بار آورد و شهر را به ویرانه مبدل کرده است. آنچه که در این زلزله رخ داد، در درجه اول بی سازمانی و بی ارزگی جمهوری اسلامی را یک بار دیگر به نمایش گذاشت. نخست این که ایران کشوری است که بر روی مدار زلزله قرار داره، گسل‌ها در ایران زیادند و هر نقطه ایران در معرض رخداد زلزله است. از این روی ساختمان‌ها در ایران بایستی به گونه‌ای باشه که دست کم 10 تا 12 ریشتر زلزله را تحمل کنه. اما زلزله‌ای که قوت 7.5 ریشتر و کمتر از 7.5 ریشتر اومده خسارات زیادی وارد کرده، آن هم به شهری که در جریان جنگ ایران و عراق ویران شده و این شهر در ظرف 20 سال گذشته بازسازی و نوسازی شده. و جالب در این است اون بخشی که دولت ساخته و عنوان شهرک مهر را با خود داره نسبت به اون بخشی که خانه های شخصی ساز از مقاومت کمتری داره. خانه های شخصی ساز اغلب سر جای خودش باقی مونده، در بعضی جاها حتی شیشه ساختمان هم نشکسته، در حالی که ساختمان هایی که دولت ساخته و عنوان مهر را با خود داره با بیمهری تمام آنچنان بد ساخته شده است که تبدیل شده به گورستان ساکنان آنها. این اولین مسئله است که وجود داره. دومین مسئله این است که در سرپل‌الذهاب دو پادگان نظامی هست. یک پادگان نظامی ارتش که از زمان شاه بوده و یک پادگان نظامی سپاه پاسداران که پس از پایان جنگ ساختن و در 24 ساعت اولی که زلزله رخ داده مردم تنها با دست خالی حتی بیرون کلنگی در اختیار نداشتن که جنازه ها را خارج کنن، اما از این دو پادگان کمکی نرسیده، در حالی که با توجه به امکانات نظامی که اونها دارن میتونستن در جا به یاری مردم بشتاقن. نکته بعد این است که خود دولت هم قضیه را جدی نگرفته. مردم، اون بخش از مردم که بیمار و ناتوان وحشت زده از خونه ها بیرون زدن تا صبح از سرما لرزیدن، بخشی از اونها به علت فشار سرما بار دیگر به ویرانه ها پناه بردن و اونجا هم باز تلفاتی به بار آوردن. این قضیه را ما وقتی که در نظر بگیریم، رژیم ساعت به ساعت بیبایستی به امداد خودش اضافه میکرد، امکانات نظامی داره، اگرچه جاده ها ویران شده و از کوههای اطراف روی جاده ها سنگ ریخته، اما رژیمی که دو ارتش داره و دو پلیس داره میتونسته با استفاده از هلیکوپتر با
استفاده از هواپیمای نظامی برای مردم پتو و مایحتاج زندگی فرو بریزه. در اون جایی که همه جا ویران شده، کمکیاری مردم هم به جایی نمیرسه. وقتی که شهر ویرانه، مغازه ها در هم ریخته، جاده ها بسته شده، خودکاری مردم کمکی نمیتونه بکنه جز اینکه این وظیفه دولت است. البته امروز رئیس جمهور خود را به اونجا رسونده و وقتی که از ارتش و سپاه تشکر کرده، مردم فریاد زدن نه ارتش نه سپاه. معنی روشنش این بوده که این در واقع رئیس جمهور وقتی که سر خانه های ویران مردم میره، بازم دست از دروغگویی بر نمیداره. ارتشی که به مردم کمک نکرده، سپاهی که به مردم کمک نکرده، در حالی که به فاصله 3 تا 5 کیلومتر فاصله بوده و همچنین پادگان نظامی در شاهباد غرب که با منطقه 50 تا 60 کیلومتر فاصله داره، در این اینکه خب در شاهباد غرب و کرم و مناحی دیگر هم خانه ها و بخصوص خانه های مهر فرو ریخته، در اونجا هم کمکی از جانب نیروهای دولتی در 24 ساعت اول انجام نگرفته. اون هم کشوری است که ارتششو به چند کشور دیگر جهان فرستاده، در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن و در عربستان مداخله نظامی میکنه. اون وقت از وجود اینها که با بودجه مردم، با پول مردم، با مالیات مردم اداره میشه، در سختترین شرایط بیاری مردم نمیشتابه. خب اما این حکومت در عین حال در منطقه‌ای که زلزله روی نداده، یعنی در مرز خوزستان و ایلام، چادر برقرار کرده برای زواری که به سمت کربلا و کاظمین میرن یا از کربلا و کاظمین برمیگردن، در حالی که ضروری ترین جا مکانی بوده که زلزله اون را به ویرانه ای مبدل کرده. رژیم آمار داده که تا بعد از ظهر امروز 445 نفر کشته و بیش از 7500 نفر زخمی شده. اما این آمار تنها مربوط است به شهرستان سرپل و ذهاب. در اطراف سرپل و ذهاب روستاهای زیادی ویران شده، به طوری که در شب گذشته مردم جلوی یک کاروان را میگیرن و مقداری از پتوها و چادرها را میبرن. یعنی در منطقه در نزدیکی همون سرپل و ذهاب ریجا ویران شده که یک شهرک چند هزار نفریست و روستاهایی که کسی از اونها اطلاع دقیقی نداره، چون ریج منطقه سرپل و ذهاب یک منطقه تقریبا آبادیست، اونجا کشاورزی و دامپروری گسترش داره، شمار روستاها زیاده. پس از جنگ مقدار شمار زیادی از روستاهای مرزی به این مناطق کوچ کردن، شماری از ساکنان اون روستاها که ویران شدن به شهرستان سرپل و ذهاب رفتن و به اصطلاح از شمار مستضعفینی هستن که الان در ساختمان مهر مدفون شدن. جمهوری اسلامی با این زلزله نشان داد که لیاقت اداره این کشور را نداره و تا مادامی که این حکومت برپا هست، ایران روی خوش نمیبینه. بناسازی در ایران همچنان بساز و بفروش اسمش هست، اما بساز و بندازه از شخص رفسنجانی و دیگر مورهای رژیم که کارشان بساز و بفروش، تا برسه به امروز که سپاه و نهادهای دیگر حکومتی دستن در کار بساز و بفروشی هستند، اونهایی را تأمین مردم میدن که این خونه ها دوامی در برابر سیل و طوفان و زلزله نداره. بایستی یه فکر اساسی بشه در قضیه مثل زلزله. اصل قضیه خودیاری مردم، بایستی را برای همیاری مردم باز بشه، اما مصرانه بایستی از دولت درخواست کرد که زیانهای مردم را جبران کنه، به خانواده قربانیان درآمد پرداخت کنه. این ساختمان هایی که دولت ساخته و دولت به مردم فروخته، مسئولش دولته. نه تنها نبایستی
بهای از بابت این ساختمان را بگیره، باید این ساختمان ها را نوسازی کنه، به شما تلفات فراحت پرداخت کنه و در عین حال راه مردم را برای کمک رسانی باز کنه، نه اینکه کیسه ادایی بوده از مردم کمک بگیره و کار را به حساب های شخصی بذاره. البته رفیق مجید، این من خبری را خوندم که سپاه پاسداران از همیاری و خودیاری مردمی جلوگیری میکنه به بهانه حفظ امنیت این مناطق، یعنی خودش عملا هیچ غلطی نمیکنه. در واقع خودشون اعتراف کردن که 2000 روستا در منطقه آسیب دیدن، حدود 1000 روستا که در مناطق کوهستانی هستن اینا حتی هیچ امدادگری اونجا نرسیده، حتی آمار واقعی تلفات اونجا خبر ندارن. حتی الان خطری که این رو مردم رو تهدید میکنه، اونایی که از زمین لرزه جان سالم به در بردن به خاطر اینکه هوا در موقع شب به زیر 0 درجه میرسه به خاطر سرمازدگی، به ویژه اقشار مسن و کودکان و اینا به خاطر سرمازدگی تلف بشن و اینا، حتی مثلا یک چادر و پتوی ساده و مواد غذایی و دارویی اولیه هم به دست این مردم نرسیده. در همه جهان وقتی فجایع طبیعی رخ میده معمولا یک سری پناهگاه ها، یک سری اماکن عمومی که مثلا با استانداردهای بالا ساخته شده وجود داره که مردم بعد از خراب شدن خونه هاشون میرن اونجا اسکان پیدا میکنن. واقعیت اینه که در سر پل زاب حتی بیمارستانش هم میگن تخریب شده، مدارسش هم تخریب شده، یعنی اصلا این اماکن عمومی که باید با استانداردهای خیلی بالا ساخته بشه که در شرایط اضطراری محل اسکان تودی آواره باشه، اونا هم مثلا عملا دوچار این وضعیتن. یعنی این واقعا این بی ارزگی و بی کفایتی و فقدان مدیریت بحران در جمهوری اسلامی کاملا مشهوده، در حالی که این رژیم در خاورمیانه داره انواع و اقسام میلیارد میلیارد خرج میکنه به خاطر اربعین 3 میلیون نفر رو به ادعای خودش پیاده و سواره میفرسته کربلا، اما حاضر نیست مثلا یک جمعیت چند صد هزار نفری آسیب دیده رو به اصطلاح چیکار بکنه، مدیریت بکنه، کمک فوری به دستشون برسه. یعنی اینا واقعا فاجعه است. آره این یک حقیقته، حقیقت بارز این است که جمهوری اسلامی این احساس رو که نسبت به مردم وظیفه ای داره هنوز جدی نمیگیره. الان هم که سپاه اونجا وارد معرکه شده به عنوان برقراری امنیت، در واقع اصل قضیه این است که از اعتراض مردم وحشت دارن، به بهانه امنیت اونجا مستقر شدن تا جلوی تظاهرات اعتراض خیز مردم را بگیرن. همینجور هم که اشاره کردم اینها میتوانستن کمک هایی را از طریق هوا برای مردم بفرستن. شمار زیادی از این افراد همینجور که اشاره کردید به علت سرما و نرسیدن مواد غذایی، نرسیدن غذا به کودک، به خصوص کودکانی که وابسته به غذای کودک هستند در شرایطی این چنین پیچیده، یک از مسائل کمبود آب، سیستم آبرسانی شهرها به هم خورده، احتمال بیماری وبا و بیماری دیگه زیاده، باید به مردم آب سالم برسونن که این آب سالم هم نرسوندن و در واقع در یک جمله حکومت نشون داده که شایستگی حکومت نداره. یعنی اگر این حکومت کمترین توان را می‌داشت می‌توانست برای یک جمعیت یک شهری که در یک نقطه متمرکز و 50 آبادی که با یک ساعت پرواز هلیکوپترها میشه اونها مواد غذایی رسوند، آب رسوند، پتو، چادر رسوند، اینها را انجام نداده، اما کیسه گدایی حکومت بازه، از الان شروع کرده به جمع آوردی آب از مردم. اگر گفته چه احتیاج کمک خارجی نداره اما در داخل کیسه گدایی را باز کرده که مردم پول به کیسه برید و این پول ها را هم در واقع ملاحظه میکنه. مردم بایستی تلاش کنن کمک ها را مستقیما به آسیب دیدگان برسونن.
هر گونه کمکی به واسطه این دولت کمک ملاحظه‌ای و به دست مردم می‌رسه. رفیق مجید عزیز، خیلی ممنون از اینکه در این گفتگوی کوتاه ما را از وضعیت منطقه بحرانزده کرمانشاه و اطراف آگاه کردی. اگر نکته پایانی نداری میتونیم گفتگومون رو در همین جا به پایان برسونیم. با درود بر شما، خبرها ساعت به ساعت منتشر میشه و قطعا بینندگان عزیز تلویزیون هم در جریان دعایی قرار خواهند گرفت. ما هم به نوبه خود در فرصت‌های بعدی در این باره صحبت خواهیم کرد. مرسی از تو. گفتگویی داریم با رفیق حسن حسام در ارتباط با این بحران جدیدی که دارن دستی دستی در خاورمیانه ایجاد میکنن. سعد حریری نخست وزیر لبنان در عربستان تحت فشار رژیم سعودی وادار به استعفا میشه، صحبتهایی میکنه و ظاهراً مثل این که بعد از به پایان رسیدن بیزنس پرسود داعش و جنگ با اون برای کمپانی های اسلحه سازی امریکا و دیگر کمپانی های امنیتی نظامی، ظاهراً مثل این که باید جنگ دیگری، بحران جدیدی آفریده بشه، مضاف بر این بحران هایی که در افغانستان و یمن و من نمیدونم سوریه و عراق و لیبی و غیره و ذالک وجود داره، تا این ماشین پرسود میلیتاریزم بچرخه. و سناریوهای مختلفی هم در پیش هست در رابطه با چند چون این مسئله و تحلیل اون. اومدیم سراغ رفیق حسن احسان که دیدگاه او رو جویا بشیم. خب حسن عزیز بگوش. با درود به رفیق آرش عزیزم و بینندگان عزیز تلویزیون برابری، از تو اجازه میخوام قبل از اینکه وارد این بحث بشم، همدردی عمیقم را با مردم بلا کشیده و قربانیان بیگناه استان کرمانشاهان و بخشی از منطقه مردم عراق بیان کنم که در آنجا دو جنگ، دو ستم همزمان به مردم بلا کشیده ما وارد شده. یک جا ستم طبیعت، یک جا ناکارایی رژیم سارق جمهوری اسلامی است، رژیمی که به هیچ وجه به تنها چیزی که اهمیت نمیده جان مردمان، از جمله این خانه های مهر رو که ویران شده است و همه جا بدون استثناء در مورد این بحث کردن که این خانه، در این خانه های مهر هست که تلفات سنگین داده شد و ناتوانی رژیم در رسیدن به موقع و امکانات نه فقط برای کشتگان که حتی آب و نان برای زندگان هم بعد از 48 ساعت به اندازه کافی نیست. رژیم در کرنهاش میتابد. سید علی خامنه‌ای با ریاکاری مزفرانه تمام احساس میکنند، سه روز عزای عمومی چیز میکنند، ولی شما میبینه که در این ویدیوهایی که در همه جا پخشه مردمان بلا کشیده این مناطق میگن هنوز به ما کمک نرسیده، آب نداریم، دو روز غذا نخوردیم. واقعیت درستی هست که طبیعت این بار همدست یک رژیم آدمخوار، ضد انسان، ضد نیروی کار و زحمت، در واقع این قربانیان رو زیر فشار بیشتر قرار داده. با احساس همدردی عمیق با برادران و خواهرانم، اونها که رفتن و به ویژه آنها که باز موندن، آرزوی شکیبایی و صبر براشون دارم و البته من و همه یارانم در تبعید آماده ایم و در تدارکیم تا اونجایی که ممکن باشه و کمک های رو به خواهران و برادران ما که اونجا در بیپناهی تمام و بی‌اعتنایی تمام رژیم گرفتار اسیران چیزی برسونیم، که البته زنده باد همت مردم همه استانهای ایران، زنده باد نیروی کار زحمت که خواهران و برادرانشون رو در این مصیبت بزرگی که پیش آمده تنها نذاشت. بگذاریم برسیم سر مطلبی که شما در گفتگو با هم دیگر نشستید. شما در جمله آخرت
رفیقانش عزیزم بر سر میلیتاریسم تکیه کردی. آری این یک حقیقته. هر جنگ کثیفی که در خاورمیانه شکل بگیره و شعله هاش مشتعل بشه به بره بالا، پیش از همه در میلیتاریسم کردن منطقه، در رقابت نظامی و تسلیحاتی رو تشدید میکنه و در واقع عیش و عروسی تولید کنندگان تسلیحات نظامی است در کشورهای امپریالیستی آمریکا و همه اروپا. یعنی اون این میان کسانی که از طریق قتل عام این نیروهای و مردمان بیگناه منطقه به بحرانهای ساختاریشون جواب میدهند و مشکلات اقتصادیشون رو کار میکنند به اشتغال برای نیروی کاری که قرار نبود از طریق قیمت خون مردمان دیگر ارتزاق کنه فراهم کنند تا کشورهای خودش رو آرام کنند. اینجا واقعا میبینیم که جنگ اهداف کثیف مستقیم هم امپریالیستی داره. خب این یک نکته واقعی است. بنابراین اگر هر اتفاقی باز هم در خاورمیانه بیفته، اگر دو نیروی ارتجاعی به ضد مردمی، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که هر دو تجلی اختناق ضد آزادی، استثمار و غارتند، دولت‌های انگلند که هر دو بر سکوی رانت نفتی نشستند و از دریای طلای سیاهی که زیر پای مردمان عربستان به ایران عبور میکنه میلیاردها میلیارد سرمایه هم باشتند. شیسته من یه جایی یادداشت کردم که 6000 شاهزاده، بله دقیقا 6000 شاهزاده عرض کنم حضور شما، هر کدام دارای دم و دستگاه در عرب سعودی با ثروت عظیم بادا برده به غارت کرده در واقع اونجا ارتضاق میکنن. اینها جنگ برایشون یه جور شاید مایه هم باشه برای دستندکاران، ولی مردمان این کشور و مردمان منطقه له میشن. شما غیرعادی نمیبینید که وقتی که موشک از حوثی ها میفرستن برای نزدیک فرودگاه عربستان سعودی، روزنامه کیهان شریعت مداری نماینده مستقیم سید علی خامنه‌ای ذوق کنان و شادی کنان میگه فردا چند روز دیگر این موشک میرود به امارات، یعنی فضای درگیری رو تشدید میکنه. حقیقت قضیه اینه که جنگ برای جمهوری اسلامی به ویژه در تمام این چند دهه حاکمیت سیاهش که معاهده آسمانی بوده و از قبلش آزاده ها سرمایه‌داران پا گرفته در درون این نظام جهنمی و آیت الله ها یک نونداری عظیم بوده، همچنان که دوره تحریم ها هم همینجور بوده، همچنان که الان هم اون جناح دیگر میکوشد با آوردن وارد کردن سرمایه گذاری خیلی بود کارگر رو نبیده چیزی زیر فشار قرار میده، شرایط امن میخواند تا سرمایه گذاری به غارت دول امپریستی و سرمایه امپریستی رو صاف کنن آماده کنن فلان کنن در چون این فضایی. ولی اون هم به دنبال چند سال درگیری های فشرده نظامی به جنگ های نیابتی از عراق همینجور تا سوریه تا نزدیک حزب حماس از اونجا برم ما میبینیم تو یمن یارگیری های مختلف با پوشش جنگ سنی و شیعه که هیچ وقتی این جنگ واقعا نه به سنیان داره نه به شیعیان، ولی دولت هاشون میکوشن با برجسته کردن این پرچم مذهبی به جنگ صلیبی در آغاز قرن 21 برگردونن مردم رو به چند صد سال پیش، اونجا با پرچم تعصب ملی، تعصب ناسیونالیستی، تعصب شوونیستی و به ویژه تعصب دینی مردم رو به جان هم دیگه بزنن و از یک منش به نان نوا برسن. این جنگ، این اتفاق به هر شکلش که صورت بگیره کثیفه. اما اینجا من میخواستم رفیقانش عزیزم با بینندگان عزیز بسیار کنم که دو سه گرایش در رابطه با همین اتفاقات تون پیچی که الان توش هستیم وجود داره. فراموش نکنیم که وزیر امور خارجه آمریکا در واقع تغییر نظام رو از طریق صلح‌آمیز و اپوزیسیونش برداری کرده، همین رژیم چنجی که تغییر نظامی که بحثش
حرف بعضی ها داغش کردن، میزنن که بگن همین فردا این داستان بگیرید تا فشارهایی که ترامپ داره میاره زیر فشارهای مضاعف اسرائیل و متحدین ارتجاعیش تقویت روز به روز شتابان عربستان سعودی به تغییراتی که اونجا دادن زیر اون با به بهانه از کنه مبارزه با فساد تمام مخالفین خودشون رو در خود عربستان غلغم کردن، هرچی نرده بود کنه پنج ستاری سوپر لوکس نگه داشتن با ایران اونها رو جمع جور کردن، نشان دهه که بوی ناخوشی از فضای موجود میاد. آیا این شراکت اینجاست که من میخواهم بکنه نگاه هم رو از زاویه تحلیل معین بیان کنم، آیا این شرایط مسئله عمده بودن درگیری نظامی رو روی میز آورده؟ جنگ که الان جنگ دارن، جنگ های لفظی دارن، جنگ های دیپلماتیک دارن، جنگ های یارگیری دارن، در بعضی جا هم جنگ های نظامی نیابتی دارن، هم در سوریه و در بیشه در سوریه و در یمن که از حرف من شمس آشکار و روشنه که اینجا آیا میرسد به یک درگیری نظامی مستقیم بین ایران و عربستان سعودی و متحدینش؟ به نظر من همه شرایط به مقتضیات نشان میده که این دیدگاه منه، به صفت فردی هم نظر رو دارم میدم، همه شرایط نشان میده که نه که مطلقت نیست ولی به نظر من کمترین احتمال رو داره که چه در چشم انداز باشه، یعنی جنگ نظامی مستقیم بین عربستان سعودی و ایران به نظر من نامحتملترین شقه، نه اینکه اصلا نیست، چون با نیروی مجنونی که در جمهوری اسلامی هست، جنگ طلبی که در جمهوری اسلامی هست، با موقعیتی که در جمهوری اسلامی هست، این به هم زدن بازی ناممکن نیست. از این برم در واقع زیاد طلبی و تأمین اتوریته عربستان سعودی از یک طرف و به عنوان حالا دیگه ژاندارم هم پرز به آمریکا از سوی دیگر چشم اندازه اینکه مطلقا نباشه رو نمیشه روش انگوش گذاشت، ولی شرایطی که حالا در دور دوم صحبت هم خدمت شما عرض کردم نشان میده که این نامحتمل هست که به یک درگیری نظامی کشیده بشه. رفیق اسد، البته خودشون هم میدونن که هم عربستان هم ایران با مشکلات هم سیاسی هم اقتصادی که روبرو هستن، خب جنگ مستقیم به نفع هیچ کدام نیست، ولی در این حال با قوت تمام و با صرف ده ها میلیارد دلار به این جنگ های نیابتیشون دارن ادامه میدن، درست؟ در یمن میبینیم، درست، که این جنگ کماکان ادامه داره، به یک فلاکت تمام عیار فرا رویده. در عراق و سوریه به نظر میرسه که عربستان قافله رو به ایران باخته، در بحرین میشه گفت که ایران قافله رو به عربستان باخته، اونجا دست بالا رو تونسته به اصطلاح جنبش اکثریت شیعه بحرین رو مهار بکنه، و الان عربستان بعد از این ناکامی هایی که هم در سوریه هم در عراق داشته میخواد جنگ نیابتی رو ببره لبنان، و حتی من شنیدم که پیشنهاد سخاوتمندانه 14 میلیارد دلاری هم به اسرائیل دادن که شما چنانچه برید کار حزب الله لبنان رو بسازید، ما همه مخارج اون رو میدیم و اینا، درست؟ و بعد این استعفای مسخره و مضحک که در تاریخ دیپلماسی جهان اگه نگم بی سابقه و کم سابقه هست که نخست وزیر یک کشور بره از یک کشوری دیگری مثلا چی بشه استعفا بده یا وادار به استعفا بشه. شما و به هر حال اون جنگ مستقیم آره احتمالش ممکنه خیلی کم باشه، به ضرر هر دو تا هم هست، ولی این جنگ نیابتی با چه اهداف سیاسی، اینا چه منفعتی داره؟ هم رژیم ایران هم رژیم عربستان، یکی نماینده اسلام سنی وهابی، این یکی هم نماینده هلال شیعه، مجموعه منافع سیاسی و نظامی و اقتصادی که دارن چی هست؟ و بعد تو این قافله نقش امریکا و اسرائیل برای اینکه این هیزم زیر این تنور رو بیشتر بکنن چیه؟ از کنم که اولا نکته ای که باید این روند غذای رادی این حقیقت هست که بعد از با خاک یکسان کردن عراق توسط امپریزم آمریکا و رشد نیروهای مختلف جفت تاق ارتجاعی مذهبی از جمله حتی
داعش و شبه داعش اونجا شرایط برای برون آمدن جمهوری اسلامی از انزوا در منطقه و گام به گام جاهای نفوذی فراهم کردن فراهم شده و جمهوری اسلامی به موقعیتی رسیده در این چند ساله اخیر که در 40 ساله گذشته واقعا نداشته. بعد از لاغر انقلاب شکست خورده ما جمهوری اسلامی رفت پا گذاشته رفت توی عراق، اونجا تو سوریه، جز یک پای ثابتی شده که تا این لحظه مورد وفاق حتی امپریالیستا شده به شکل سکوت مایل نیستن، ولی با روزا رفتن اونجا در تدارک پایگاه درست کردن عکس های هوایی این پایگاه رو در سوریه دارن نشان میدن که 40 کیلومتری اسرائیل نفوذ بلا منازعش در حزب الله لبنانه و نقشی که حزب الله لبنان در خود حکومت لبنان داره. بهتر از من میدونید که برخلاف حماس و جای دیگر یک پیوند مثبتی از دید مردم لبنان همکاری و هم‌آوازی با حزب الله لبنان وجود داره و آمدن حریری هم خودش یک چیزی بود که برای دیگران تعجب آورد که چطوری حریری پذیرفت نخست وزیر رو، همین سعد حریری. یعنی نشون میداد که یک جاهای سفت تری داره و حضور دیپلماتیک دائمی جمهوری اسلامی در لبنان و اونجا هست و ساز و برگ نظامی و تغذیه های آموزشی رساندن جمهوری اسلامی و یعنی یه خط استراتژیک محکم جمهوری اسلامی اونجا بسته. این برم دو تا اتفاق افتاده که طولانی مردم که گفتی دیگه مردمان یمن که بیگناه وبا گرفتن، چندین هزار نفر نابود شدن، فریاد سازمان ملل و مجامع مختلف سازمان ملل و حقوق بشریش تا چیزای انسانیش بالا گرفته، با بمب‌های خوشه‌ای جمعیت همین متحدینش نه فقط عربستان میریزن مردم رو قتل عام میکنن. از این ورم اینها آشکارا و روشن هرچند بی وقت به تأکید میکنن که ما در با زیدیه ها در حوزیه ها چیز نداریم، ولی باقی دو قطعه این هستش که کمک میکنن چون یه شاخه‌ای از شیعه هستن کمک کنن. بنابراین یک جوری زیر پوشش گسترش تشیع در منطقه هستن. توی بحرین هم که ما میدونیم بعد اینکه بایکوت شدن و تحریم شدن بیشترین رابطه اقتصادی رو اون با ترکیه و ایران داره و خب اینجا هم عربستان سعودی یک روز زیر فشار گرفته. بنابراین جنگ و این وسط عربستان سعودی همه اون خطی رو که من نقشه جغرافیایی استراتژیک رو که جمهوری اسلامی نه فقط عبور کرده هر جا که بوده پایگاه ساخته، نیرو ساخته، شهدالحشد ساخته توی عراق، اونجا از کنم از یه جمعیت از افغانی و پاکستانی و ایرانی یک جمعی نیروی نظامی ویژه به رهبری سردار سلیمانی اونجا ساخت سپاه قدسش رو درست کرده، تربیت کرده، یک شاخه به حماس، یک شاخه به حزب الله لبنان. بنابراین یک موقعیت نسبتاً استراتژیکی قابل اتکایی فراهم کرده. خود این وضعیت جمهوری اسلامی را هم عربستان و متحدینش رو از جمله مصر و دیگران دیگر کشورهای کوچکتر رو کویت و دیگر رو در واقع به وحشت انداخته که این تا کجا داره میره. هم خود امپریز آمریکا و حتی امپریز به اروپا انگلیس رو هم زیر وحشت قرار داده که این گسترش با توجه به این خصلت درونی انارشیسم به حکومت جمهوری اسلامی خصلت تعرضی اینها که ایدولوژیک میکنن و تعرض میکنن با اون پرچم همون کاری که داعش کرد الله اکبر با این داستان ها. خب این خطر از باید دست پای ایران رو لاغر تو منطقه جمع کنن. همه یه تلاش این هستش که دست پاش رو جمع کنن در دوره بوم اوباما برای که اینا بکشونن ایران پای میز مذاکره، برای گرفتن توافقات به تعهدات روی برجام بر چوزه های چشم پوچیده شد. پسر بوش با قتل ها میگی در منطقه را انداخت، فرصت های کافی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد که به جا پای خالی اونها را حتی پر کنه. این وحشت
اینا رو به خودش رو آورد که تا کجا داره این رژیم میره. خب اینجا هم منافع این بخش از ارتجاع منطقه مثل عربستان، هم منافع امپریزم آمریکا و متحدینش حکم میکنه که کاری بکنن، یه شرایطی فراهم کنن که دست پای ایران رو جمهوری اسلامی جمع کنن. بنابراین این خصومت بازتاب تناقضات و تقاسمات این پیشروی است و اون در واقع محدود شدن قدرت و مانور عربستان سعودی است. رفیق حسن، دو تا دلیل هم ذکر میشه. یکی دلیل داخلی خود عربستانه. ما میدونیم که این ملک سلمان که خب 80 و اندی سن داره و بزودی به قول معروف فوت میکنه، در یک اقدام کودتایی اون ولیعت بن نایف رو برکنار کردن، پسر جوانش رو محمد بن سلمان رو جای به عنوان ولیعت انتخاب کرده که در واقع الان شده فعال، همزمان چند تا پست داره، فعال مایشای عربستان هست. بعد اومده یک لشکری از تحت عنوان دهن پرکن مبارزه با فساد، لشکری از این شاهزاده ها و هر رقیبی که احساس میکرده که میتونه خطر باشه رو دستگیر کرده، برخی رو تو زندان، یک هلیکوپتر رو منفجر کرده، یه دم داره یه هتل 5 ستاره محصور کرده. درست؟ همچنان که جنگ ایران عراق خمینی میگفت نعمت الهی بوده برای اینکه بتونن خود رژیم رو جمع جور کنن، و الان در جنبندی هایی هم که از جنگ 8 ساله ارائه میشه توسط خود عوامل رژیم میگفتن اگه این جنگ نبود اصلا جمهوری اسلامی نمیتونست تثبیت بشه. به نظر میرسه که این شاهزاده جوان داره به اصطلاح چیکار میکنه؟ داره برای اینکه قدرت خودش رو، قدرت در عربستان تثبیت بکنه، داره به اصطلاح چیکار میکنه؟ عملا یه جنگ جدید، یک بحران جدید ایجاد میکنه، توجهات رو به سوی ایران، حالا ایران، رژیم ایران هم که خب با آتش زدن سفارت عربستان و این گزک هم داده، بهانه هم داده، توجه ها رو بفرسته بیرون. یکی دو تا اقدام نمایشی هم مثل این دادن حق رانندگی به زنان از سال آینده و غیره هم کرده که به اصطلاح چیکار کنه؟ مردم رو خونسا بکنه. از طرف دیگه اسرائیل با به پایان رسیدن مثلا تقریبا عمر داعش در سوریه و عملا یه مقدار به جای ماندن رژیم بشار اسد، احساس میکنه که خب اسرائیل داشت با دومش در این سالها گردو میشکست دیگه، میگفت که این بحرانهایی که در خاورمیانه، یمن و لیبی و منم عراق و سوریه و اینا هست، اصلا کسی دیگه به مسئله مردم و حقوق فلسطین توجه نمیکرد. الان احساس میکنه که اسرائیل میکنه که آقا نکنه دوباره توجهات به اسرائیل و حقوق فلسطین جلب بشه، پس بهتره یه بحران دستساز دیگری مثل مثلا جنگ، راه انداختن جنگ داخلی در لبنان و به بحران کشیدن لبنان و همچنین به اصطلاح چی، شعله ور کردن این نزاها بین عربستان و ایران، یعنی هم عامل داخلی و هم به اصطلاح عامل منطقی هم در به وجود آمدن این شرایط جدید کمک کرد. دیدگاه شما چیه؟ عرض کنم که محمد که اول صحبت هم من گوشه این نقش محمد بن سلمان رو که در واقع یک رفرم مردم فریبانه به جامعه ملل فریبانه رو تشکر کرده که هم از به اصطلاح مبارزه با فساد بخش بزرگی از شاهزاده ها و مال عموش رو که همشون قدرت داشتن در حوزه های وزارت تا در پایه ترین منابع اقتصاد، اینا رو همه تصفیه کرده، اینا رو به قول شما مرده در یک زندان لوکس 5 ستاره نگه داشت. حتی اون میلیاردری که در شرکت های عظیم بین المللی چیز داره، این ولید بن طلال، اینا رو هم ولشه گرفته، برادر نمیدونم چیز رو گرفته، عادل چی خیلی ها رو گرفته. در واقع این مثل من حضور ذهن ندارم که مورد به مورد بگم، اینها رو گرفته از توی دیگر شکلی یک رفرمی رو پیشنهاد کرده در مورد زنان که عملا در 10 سال گذشته این جنگ و گریز مقاومت بین بخشی از زنان عربستان سعودی با حکومت بوده، یعنی درها رو باز کرده. فتاوی همون حیواناتی که فتوا میدن اگر زن پشت فرمان بشینه کفره، همونها فتاویشون رو سقوط کرده، یعنی در واقع دستگاه مذهبی فتوا دهنده را هم مهار کرده. و به قول شما این محمد بن سلمان، این شاهزاده و پسر مستقیم شاه، در واقع موقعیت تازه‌ای را برای عربستان تدارک دیده. به نظر من ذره مستقل این عمل نشده، بلکه با کار مشترک
و آرایش شطرنجی بوده با همکاری مستقیم دستگاه‌های امنیتی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک امپریز با آمریکا. یعنی اون حرکاتی که در عربستان سعودی میگیره، خود عربستان سعودی در این حال که ما در بحث اول ما عرض کردیم که منافع مستقیم داره در بیرون آمدن از انزوا و عقب راندن جمهوری اسلامی که به شکل لاک پشتی آمده تمام این منطقه تحت نفوذ گرفته، از سوی دیگر هم یک جور نیابت امپریز و آمریکا رو داره زیر پشت، برای زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی و از این زاویه دقیقا در جهت منافع اسرائیل هست که اینجا به عنوان کارگزار بعد از آمدن بوش دیگه کارگزار پایه یک امپریز به اونها در این منطقه شده و همینجور که تو به درستی گفتی و بازگیر سایه بردن مسئله فلسطین که میدونی که این روزها این بحث هم تر شده که دیگه اون دو کشور یعنی اسرائیل فلسطین داره کم کم از دستور خارج میشه، حتی بحث تغییر محل سفارت داره در اسرائیل داده میشه، یعنی عقب نشینی امپریالیسم آمریکا که بر سر صلحی نسبتاً منصفانه با پذیرش ایجاد دو کشور و محدود کردن سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل داشته در چند سال از طریق محمود عباس و اینا با این بازی با جادو رو گرفته، اون هم در کنار زده میشه مستقیماً در واقع از اراده فلسطینیان به عنوان یک کشور مستقل داره خلیت میشه، میخوام بکنن خواهد اونجا مقامت خواهد شد و این پوشش این جنگ کثیف سوریه و عراق به طور کلی مدت‌های تمام خفه کرده شراکتی رو که قبلا جهان روی تجاوزی که به فلسطین میشد متمرکز. این فضا هست، این فضا هم من انکار نمی کنم که تلاش دارن لبنان رو یک بار دیگر به خون آغشته کنن و دستبندی کنن. آیا موفق میشن؟ یعنی این بازی دیپلماتیک تو حریری گفتی خط داره رفته توی عربستان نشسته گفته استعفا میدم، معاملش هم ایران بوده، بعد گفته چند روز دیگه میام البته خانوادم اونجا میمونه، خانواده گروگان میگیره. چون یه تحلیل دیگه هم اینست که بهاء از خودم که بهاء حریری برادر سعد حریری رو قراره به جای این دوار نخست وزیری پیشنهاد کردن، یعنی یک داد و ستد عقب نشینی به دبستان اونجا هست. آیا این به یک بار جنگ داخلی در لبنان منجر خواهد شد؟ آیا امپریز با آمریکا اسرائیل و عربستان و متحدین سود خواهند بود؟ تردیدی نیست. موقعیت جمهوری اسلامی اونجا تضعیف خواهد شد. اما آیا فقط در همین دایره این قضیه کم بشه؟ این در واقع کوچک رو دیدنه. اینجا اگر چیزی مشکل بشه خطر باز گسترده شدن این جنگ هست و باز افتادن امپریز و آمریکا به یک باطلاق جدید دیگری. یعنی امر به همین سادگی نیست با فروختن جنگ افزار نظامی یا جا به جا کردن قدرت های ارتجاعی منطقه، بلکه به فضا گسترده تر میشه. بله ببین رفیق حسن این به این نکاتی که گفتید اینم میشه افسود، این ترکیب قومی و مذهبی خود لبنان. متاسفانه خب ما میدونیم که مثلا اونجا وضعیت طوریه که ستیز طبقاتی و عمودی نیست، یعنی به اصطلاح یک جریانات سیاسی و اختلافات سیاسی طبقاتیشون در احزاب مثلا باشه فارغ از نژاد و ملیت و مذهب متاسفانه نیست و نیروهای چپ کمونیست و سکولار اونجا مثلا چی ان تو اقلیتن. عملا اینجوری شده که مثلا پست ریاست جمهوری رو میدن به یک مسیحی، ریاست مجلس رو میدن به یک شیعه، بعد مثلا پست نخست وزیر رو میدن به یک چی سنی، و بعد مثلا یه اقلیت ملی دروز هم اونجا هست که گاهی با این ائتلاف میکنه گاهی با اون. خود مسیحیان هم دو دستن، یه عده با حزب الله لبنان مثلا چیز کردن ائتلاف کردن، یه عده مثلا با سعد حریری و حزب المستقبل. حالا در کشوری که مثلا 40% رو شیعیان تشکیل میدن و جنبش عمل و حزب الله دو تا نیروی اصلی این هستن و بعد مثلا مسیحیان هستن، سنی‌ها هستن، دروزی‌ها هستن، عملاً
اینا تونسته بودن، هرچند این یک تقسیم بندی واقعا نژادی قومی از دید ما کمونیستا سوسیالیستا که معتقدیم باید به اصطلاح کارگران زحمتکشان متحد هم باشند فارغ از مذهب و نژاد و ملیتشون، عملا اونجا شاهد یک نوع تقسیم بندی قومی، ولی با هم به سازش رسیده بودن که حداقل جنگ داخلی رو یه 15 16 سالی بود پشت سر گذاشته بودن و اوضاع اقتصادی مقدار داشت بهتر میشد و فلان اینا. حالا به هم زدن این قاعده، این فرمول مشترکی که حزب الله و من نمیدونم فلانشای مسیحی و من نمیدونم حزب المستقبل و غیره و ذالک به هم رسیده بودن، اصلا فقط به خود لبنان بسنده نخواهد کرد، یعنی آتشش دودش به چشم همه خواهد رفت. کاملا نکته درستی رو میگی، منم کاملا با شافو دارم، ایروانی یکی از همون دوران شما رد فراتر هستیم. اکثریت اهالی مردم لبنان تمایلی در این کشاکش گروه ها ندارد. یک زندگی عادی در لبنان شکل گرفته که کم و بیش منافع اکثریت رو جرابندی ها رو میگم و توده رو تأمین میکنه. این یا به هم زدن معلوم نیست که کی از توش برنده در بیاد. اینا همه طلب های درگیر میدونن و به هندیر همه با محافظه‌کاری تمام حرکت میکنن. البته میتونه یک اقدام کوره این جریان ارتجاعی چه در بیرون از لبنان چه در درون لبنان یک فضای اشتعال جنگ نظامی رو باستولید کنه به وجود بیاره. ولی آیا این آجر چینی هایی که این هفت چند سال اخیر شده تا لبنان رو لاغر بعد از ترور حریری، خود حریری بزرگ رو میگم پدر اینا رو چیز جمع جور کردن به یک انسجام و آرامی رسوندن، که این دقیقا نقطه ای هست، کانون جغرافیایی هست که اونجا گراش های مختلف همه جنگ های نیابتی منطقه کمومیش اونجا نباینده دارن، بردن این جنگ نیابتی اون تو همینجور که شما هم گفتی تمام قاعده بازی و خاورمیانه رو دوباره به هم میزنه. و این امر اینجور نیست که اسرائیل بدون مالیات بگذره، امپریز با امریکا بدون مالیات برسه و حتی عربستان کردی و حتی میخوام بگم به یه شکلی بس، یعنی چیزای دانه درشتش دارم عرض میکنم. بنابراین موقعیت به شرایط نیست. اینجا چی بخوام بگم؟ تمام این مدت دارم پافشاری میکنم بر سر این وضعیته. دو گرایش داغل در ایران حتی در بین بخشی از چپ ها وجود داره که یک گرایش امر جنگ و درگیری نظامی را هم در منطقه لبنان و به طریق اولا بین عربستان سعودی و متحدینش و ایران محتمل ترین شخص میدونه. بنابراین همه زاویه ها را از این دریچه نگاه میکنه، چاره ای هم نداره وقتی از این دریچه نگاه میکنه در سیاست عملی با اون بخش از دستگاه هیئت حاکمه ایران که زیر پوشش به اصطلاح دولت عادی دولت تعامل معروف شده، تعامل در سطح جهان تبدیل کنه، آویزان شدن به اون رو یک جور توجیه تئوریک میکنه و بر مبنای اون مبارزه رو فقط گسیل میده به سمت نیروی جنگ افروز، یعنی اصل ولایت فقیه و حواشیش. و این به نظر من ادامه همون خطای تحلیلی سیاسی است که در تمام این دوران جنبش اجتماعی ایران رو دوشاخه کرده، این بخشش رو در توهم قرار داده. از سال فردای انقلاب شکست خورده ما تا هم اکنون این نگاه وجود داشته. حالا دیگه با شعارهای شرکت در جنگ و چیزهای دیگر بگیرید تا فلان تا ائتلافهای عملی با لایه های متنوعی از اصلاح طلبان تا و حتی همسویی با ارتجاعی حوزه های فکری و نظری سرمایه‌داری و در مقابل اون بخش تند رو، این یک دستگاه تحلیلی است که این دستگاه تحلیلی هم تو بیومه بگم زیر پرچم آهای جنگ در پیشه ها
اهداف معین سیاسی رو دنبال میکنه که این اهداف سیاسی معین عملا انقلاب از پایین رو زیر سوال قرار میده، بنابراین نگاه به بالا را تشویق میکنه. رفیق حسن، بله دیگه آرام آرام داریم به پایان گفتگو، وقت گفتگوی ما داره به پایان میرسه، اگر در یکی دو دقیقه نکته دارید به عنوان کلام آخر. یک گرایش دیگری هم وجود داره که من خودم توی اون گرایش میدونم، نه به عنوان آرزوی من اینه، تمام داده ها نشان میده که در این دنیا هیچ چیز که غیر قابل تصور نیست، برای که پیشگو نیستم، تمام داده ها نشان میده جنگ بین ایران و عراق صورت نمیگیره، جنگ داخلی به لبنان امری به این سادگی و سهلی نیست، سایه جنگ بر سر ایران و حتی جنگ داخلی در لبنان خواهد بود در خدمت امتیازگیری از رژیم جمهوری اسلامی که اون اصطلاح است رژیم رام، رام کردن دستپای ایران، کرار زدنش گام به گام از تعرض طلبی و زیاد خواهیش در منطقه، فرصت های متقابل دادن به انتزاع عربستان سعودی و ایجاد یک تعادل در خدمت منافع امپریالیسم به ویژه امپریالیسم آمریکا. این تاکید می کنم به عنوان که این هدف در واقع متعادل کردن نیروهای انتزاعی در منطقه و سهم دادن به طرفین به عنوان نیروهای رام تابع منافع امپریالیسم جهانی سرکردگی آمریکا به طور ویژه است و این فضا به نظر من بیشترین احتمال وجود داره و تردید ندارم همین حالا، فقط من باید دوسته دیگه باید شما بگم، همین حالا تمام دستگاه های نظامی سپاه پاسداران، ارتش، چهره های اصلی نظام جمهوری اسلامی عملا تلاش میکنن که به دام تعرضات و فشارهای عربستان سعودی نیفتند. اونها تهدید به جنگ نمی کنه، حتی فرمانده سپاه پاسداران میگه که جنگی در کار نخواهد بود، جمهوری اسلامی از جنگ حراس داره چون میدونه اگر جنگی صورت بگیره احتمالی که دودمانش برباد بره هم در این جنگ هست. بله. با توجه به این که هرچند یارگیری کرده ولی به طور واقعی هم در سطح جهان و هم به ویژه توسط اکثریت مردمان ایران منزویست، بیزارن مردم از ایران، خطر متلاشی کردنشون هست، بنابراین تلاش بکنن تا اونجایی که ممکنه با جنگ فاصله بگیرن، ولی شعارهای جنگ تلاش، تهدیدها دارن، اون داستان کره شمالی کاریکاتور اون کره شمالی و ترامپ در نظر بگیرید بیشتر از اون البته در اینجا هست، ولی چشمانداز جنگ به نظر من نامحتمل‌ترین شقشه. آنچه که هست رام کردن رژیم، متعادل کردن نیروهای ارتجاع در منطقه و سهمبری بیشتر با امنیت امپریالیسم. خب در همین راستا است که دو روزم روزنامه کیهان رو به خاطر اون تیتر جنجالیش توقیف کردن که در واقع به اصطلاح شما دیدگاهتون اینه که راستای اصلی سیاست امریکا و متحدانش حالا در کنار اون رژیم چنج اساسا رژیم رام هست و خود رژیم هم اصلا میدونه که به هیچ وجه چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ منطقی و بین‌المللی آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار رو نداره، زمینی که تو این بستر هارت و پورت های خودش رو میکنه که کمترین امتیاز رو بده مثلا، ولی خب در نهایت در برجام دیدیم که ناگزیر از نوشیدن جام زهر دوم شدن. اکنون هم رئیس جمهور فرانسه همصدا شده با ترامپ برای اینکه یک سری تحریم ها در ارتباط با فعالیت های موشکی ایران رو هم مکمل برجام بکنن که اینم در راستای همون تحت کنترل و محاصره و رام کردن رژیم معنا میده. به هر حال من خیلی ممنونم از شما برای شرکت در این گفتگو. شما هم شاهدید، در ما که در خارج و در تبعیدیم
در سایت ها، در فیسبوک ها تصاویر تکان دهنده است از شقاوت رژیم جمهوری اسلامی و بیرحمیش که حیرت آوره و آدم رو بیاد این انگیزیسیون و تفتیش عقاید و فشارهای دوره قرون وسطی میندازه. زندانی را از زندان میبرند در بیمارستان و برای دیالیز کنه، مثلا محمود صالحی فعال کارگری به چهره شناخته شده کارگری، رضا شهابی که الان زندانش هم تمام شده قاید اومد آزاد میشد در حالی که سرم در دستشه، با اون یکی دستش زنجیره، به پای محمود صالحی زنجیره و بسیاری عزیزانی که ما در زندانن از کارگران فعال بگیرید تا روشنفکران مدنی تا نیروهای دگرندیش در زندان سیاه جمهوری اسلامی هستن و ما نمیدانیم بر اونها واقعا به طور دقیق چی میگذرد. با این تصاویر واقعا منو تکان داد و این شعر را نوشتم که برای شما میخوانم. اینو خطاب کردم در واقع به محمود صالحی، تقدیمش کردم به محمود صالحی، به رضا شهابی و همه پرومتهای در زنجیر، همه کارگرانی که در زنجیر و یارانشان و هم آوازانشان. اسم این شعر گذاشتم اینجا برقص. یادآوری بکنم که در واژه امیر جدید در این شعر مثل ترجیبن تکرار میشه، اصطلاحی است که آنتونیو گرامشی روی کتابش به نام امیران جدید نوشته. در این کتاب میخواد بگه که برای عبور از سرمایه‌داری امیرانی به میدان میان، در خلاصه ترین کلام که قرار است جهان را دگرگون کنند و دنیای نو به تازه به انسانی درف کنند. خطابش به کارگران. این امیران جدید رو من از گرامشی وام گرفتم به همین تعبیر که در این شعر به شکل ترجیبند تکرار میشه. اینجا برقص. پیر ما گفت بجز زنجیری بر دست و پاک سهمی نداری امیر جدید. پس دست افشان و پای کوبان برقص در میانه مستان و آواز تهی دستان، سرنوشت خون بارت به جبر تاریخ چنین رقم خورده است، پیکار و دادخواهی با آواز بیکرانه گسستن زنجیر در دادگاهی که تویی امیر جدید. پیر ما گفت کار دانایی ما نیست، ساز سرنوشتت را تاریخ می نوازد، تاریخ بیقراری ها، تاریخ داد و ستد، تاریخ دهان های گرسنه، تاریخ چشم های خیس حسرت بار در افقی گم، تاریخ کودکان کار به مردمان بیکار، تاریخ رؤیاهای بزرگ و آرزوهای له شده، تاریخ رنج و کار و قتل عام مردم هوشیار. امیر جدید. پیر ما گفت گل همینجا اینجا برقص. پیر ما گفت گل همینجاست اینجا برقص. امیر جدید حلاج بار حتی پای دار. به درود به کارگران عزیز ما که در میدانند با دادن هزینه های سنگین.